سمینار آموزشی یک روزه برای خبرنگاران از توی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت کندوز برگزار شد. مسرور لطفی مسئول اجرایوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تا سفری به کندوز در این محفل گفت که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در قسمت مصونیت فیزیکی و روانی خبرنگاران در ولایت‌های مختلف افغانستان به خصوص ولایت کندوز برنامه‌های آموزشی را روی دست دارد تا با استفاده از تداویر چنین برنامه‌ها راه‌های درمانی مشکلات روانی و فیزیکی خبرنگاران سنجیده می‌شود. آقای لطفی نیز اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان را خانه امن خبرنگاران عنوان کرده گفت در این زمان کوتاه برنامه های آموزشی بیشتر را برای خبرنگاران فراهم نموده و در آینده نیز در حمایت از این قشر تلاش خواهند کرد. از نام اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان پیدا است که یک خانه مشترک عام خبرنگاران در سطح افغانستان است و اتحادیه در مدت زمان بسیار طولانی برنامه های متعدد در قبال جامعه رسانه‌ای و خبرنگاران داشته است و این برنامه های حمایتی و آموزشی در قسمت ارتقای ظرفیت، مسئولیت، قواعد حقوقی و سایر بخشهایی که جامعه رسانه‌ای امروز نیاز داره در کنار خبرنگاران خواهد بود و تلاش جدی در قسمت حمایت از خبرنگارا و برگزاری همچون برنامه و خبرنگارا خواهد داشت. از توی همشماری از خبرنگاران محلی که در این سمینار آموزشی اشتراک کرده بودند میگویند که برگزاری این گونه برنامه ها در شرایط کنونی مفید و ارزنده بوده و باعث می شود تا اندکی از مشکلاتشان کاسته شود. آنان همچنان از مسئولان و نهادهای عامی خبرنگاران خواهان برگزاری چنین برنامه ها در آینده شدند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در کندوز برنامه آموزشی به هدف مسئولیت خبرنگاران دایر کرده بود که ما جمعی از خبرنگاران و مسئولین رسانه ها اشتراک کرده بودیم که خوشبختانه در این ورکشاپ موارد مهم و خوب مطرح شد و ما چیزهای بهتر آموختیم و در کل رسانه ها در افغانستان بعد از تحولات با مشکلات زیادی روبرو هستند، همچنان خبرنگاران با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنند. خاص ما از اتحادیه ملی ژورنالیستانی است که برای ای که خبرنگاران را حمایت بکنه راه اندازی همچین برنامه های مفید و ارزنده بوده میتونه. گفتنی است بعد از حاکمیت حکومت جدید در افغانستان این نخستین سمینار آموزشی از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان است که در ولایت کندوز برگزار می شود. پیش از این نیز برنامه های آموزشی مشابه از سوی کمیته مصونیت خبرنگاران و دفتر یونیسف نیز برگزار شده بود. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندوز.